کتاب ایوب یک کتاب حکمتیه و کتاب حکمتی رو ساده نمیشه تفسیر کرد به خاطر همین کسایی که در واقع با عهد عتیق آشنایی ندارن نزدیک شدنشون به عهد عتیق معمولا خرابکاریه جوابهای درستی نمیتونن بدن و جوابهایی که در واقع میدن جوابهایی که بیشتر سو تو تفاهم تولید میکنه و بعض مواقع سوالهای پیچیده تو کتاب مقدس هست که تو عهد عتیق به نظر من که بهتر بعضی مواقع بگی من نمیدونم تا اینکه بخوام یه جوابی فقط بدم چیزی ساده نیست عهد عتیق و شناخت عهد عتیق واقعا یه مهارتی میخواد و یک فیزه یه فیضای مصحی میخواد که بخوان شخص درست به کتاب مقدس نگاه کنه خیلی هستن وقتی خدای کتاب مقدس رو نگاه میکنه خدای عهد عتیق میگن اصلا خدای عهد عتیق یه شخصی دیگه است خدای عهد جدید یکی دیگه است خب آخه تو چه روح خدایی در تو کار میکنه که یه دوگانگی در تو به وجود اومده در جالب میگه روح خدا را من دارم چگونه میتونی تو نسبت به خدای عهد عتیق اینقدر بدبین باشی به همین دلیل خیلی از ما وقتی عهد عتیق بلد نیستیم یا کنار کسایی بودیم که بلد نیستن وقتی صحبت از عهد عتیق میشه صحبت از فقط شریعته صحبت از فقط ترس و خشم و خدا یه جوری دیگه عمل میکنه اصلا عهد عتیق محبت نداره خدا ولی اتفاقا عهد عتیق کمال محبت خداست اگه ما درست به این کتاب نگاه کنیم چه کتاب حکمتی کتاب حکمتی حکمت میخواد درکش